این تصویر مربوط به یک کارتون یا انیمیشن نیست. مونت سنت میشل قلعه‌ای در جزیره سنگی در ساحل شمال غربی فرانسه است که از جاذبه های خیره کننده فرانسه محسوب میشه. حاضر اسب محمد رضا شاه بود. خلخالی ابتدا پاهای این حیوان رو شکست، سپس چشمان اسب رو کور کرد و بعد از آن زبانش را برید و در آخر با شلیک تیر به سر حیوان رو کشت. خلخالی اسب شاه رو اعدام نکرد، تیروارون هم نکرد، بلکه حیوان زبان بسته رو شکنجه و زجرکش کرد. واقعا هیچ کس مانند خلخالی جنایتکار و کفدار صفت نبوده و نیست. عجیبترین آیین جهان نوعی سنت بودایی به نام جین در هندوستان است. در این آیین پوشیدن لباس حرام است و تا آخر عمر برهنه همه جا میرن و خودکشی از طریق ترک خوراک و نوشیدنی فضیلت بزرگ برایشون به شما میاد. یکی از کهن‌ترین شهرهای خارق‌العاده جهان شهر تاریخی پتراست. پیشینیان گفتن این شهر به دست جنها ساخته شده. این شهر در سال 2007 از طرف سازمان میراث فرهنگی جهانی به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید شناخته شد. در سال 2014 عکاس ایرانی به نام نفیسه برای اینکه دیدگاه‌های جهانی را در مورد جو سنگین ایران عوض کنه، تلاش میکنه تا با ثبت تصاویر جدید چهره مثبت و ملایمی از درون ایران به نمایش بذاره. بخش از این تصاویر به نام پدر و دختر و یا همون فادر اند داتر هستن که یکی از آنها گویا ترسناکتر و بیننده را بیشتر به خود جلب میکنه. این عکس در یکی از روستاهای کردستان گرفته شده و گفته میشه وقتی عکاس بعدها برای بازدید دوباره اونجا میره، اشخاص محلی میگن که چنین افرادی هرگز در این روستا وجود نداشتن و گویا 50 سال پیش پدر و دختری در این محل در اثر سقوط در رودخونه از دنیا رفتن. جالبتر این که این تصاویر کاملا واقعی هست. درباره باتری بغدادی یا پیل اشکانی چه میدانید؟ باتری بغداد با پیل اشکانی در سال 1963 در نزدیکی های شهر باستانی تیسفون نزدیک بغداد کشف شد. این باتری از یک کوزه مقداری قیر، میله و استوانه فلزی و اسید آن از ترکیب محلول های مس، سرکه و آب لیمو تشکیل شده و قادر است تا نیم ولت برق تولید کنه. ژاپن از ماسک هوشمندی که به گوشی هوشمند وصل میشه رونمایی کرد. شرکت ژاپنی دونات روباتیک سازنده این ماسک هوشمند متصل به اینترنت است که علاوه بر تبدیل پیام‌های صوتی به پیام متنی روی گوشی تلفن، میتونه این پیام‌ها رو از ژاپنی به 8 زبان دیگه ترجمه کنه. این ماسک با نام سی ماسک شناخته میشه تمام استانداردهای یک ماسک بهداشتی رو داره، اما در این حال میتونه با بلوتوث به تلفن هوشمند یا تبلت وصل بشه، گفتار رو به متن تبدیل کنه، مکالمه برقرار کنه و یا صدای کسی رو که ماسک زده رو برای مکالمه تقویت کنه. این حلقه که میبینید از استخوان دایناسور، تکه های شهاب سنگ و طلا ساخته شده. یکی از نادرترین حلقه‌های جهانه و قیمتش حدود 109,000 دلاره، یعنی حدود 1,200,000,000 تومان. بعد از انقلاب و صدا و سیما جهت فیلم برداری و مصاحبه با پهلوان احمد وفادار به خانه او رفتن. روی دیوار عکسی بود که شاه بازوبند پهلوانی رو به بازوی پهلوان می‌بست. کارکنان صدا و سیما پهلوان خواستن تا اون عکس رو بردارد و گفتگو آغاز شد، ولی او قبول نکرد و با ناراحتی گفت اون زمان شاه مملکت بازوبند رو به بازون بسته و این افتخار منه. بعد از این حرف با قهر از خانه او خارج شدن و مصاحبه‌ای انجام نشد. 6-7 ماه بعد این ماجرا حدود سال 73 آمدند و به خانواده پهلوان خبر دادند
که همه مدال ها و بازوبند های او موزه دزدیده شده. پهلوان که همه چیز خبر داشت گفت: من رو بچه فرض کردی موزه‌ای که توش پرنده پر نمیزد چطور چیزی دزدیده میشه؟ احمد وفادار اولین پهلوان کشوره که 3 سال پیاپی با شکست دادن کشتیگیران قدر آن زمان سال 29 عباس زندی، سال 30 حسن کورپس، سال 31 آقا تختی به او لقب پهلوان ابدی ایران رو دادن. کسی که تمام مدال ها و بازوبند هایش رو به موزه امام رضا اهدا کرد، ولی الان هیچ خبری از بازوبند و مدال های او نیست. عطارد عجیب ترین سیاره منظومه شمسی است. یک روز عطارد 116 روز و یک سال عطارد 88 روز زمینی طول میکشه. یک طرف سیاره 450 درجه است و طرف دیگر منفی 150 درجه. سونگ ایل گوک بازیگر جومونگ 3 تا پسر داره که سهولو هستن به اسمای تهان، مینگوک، مانسه. معنی ترکیب این اسما میشه جمهوری کره زنده باد. مقایسه کنید با سلبریتی های ما که میرن بچهشون رو کانادا به دنیا میارن که خدایی نکرده یه وقت ایرانی نباشه. جالبه بدونید جولیا رابرتس دارای معروفترین و زیباترین لبخند هالیوود است. ایشون نه تنها دندانها بلکه لبخندشون هم 120 میلیارد بیمه کردن. شجاع السلطنه پسر فتلی شاه زمانی حاکم کروان بود و اسم کوچیک ایشون هم حسن علی میرزا بود. او در کرمان هم تجربه کرده بود و متوجه شده بود ترکه های نازک انار میتونه کار سیخ کباب بکنه و کباب بر سیخی که چوبش انار باشه خوشمزه تر هم میشه. بدین جهت پخت کباب با چوب انار رو باب کرد که در کرمان به کباب حسنی معروف شد و حاکم وقتی میل کباب داشت به نوکران میگفت طوری کباب بگردونین که نه سیخ بسوزه نه کباب. این دستور او بعدها ضرب‌المثل شد و در واقع مصداق همان اعتدال است که این روزها ورد زبان این اون شده.